درود بر بینندگان تلویزیون اندیشه. حافظ میگه که حسب حالی ننوشتی یو شد ایامی چند، مصلحت نیست که از پرده برون افتاد راست. بنابراین حافظ به دنبال محرم رازه، یه محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند. ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند. به عنوان من جامعه متحول نمیشه مگر که افراد اون جامعه از دیدگاه فکری متحول و تغییر پیدا بکنن. دریغا ما در جامعه آمریکا، به اصطلاح جامعه دموکراسی، که آزادی گفتن و آزادی نوشتن مطرح هست زندگی میکنیم، اما دریغا یا نمیتوانیم یا نمیدانیم یا نمیخواهیم به وسیله رسانه ها مردم رو که یک معضل بزرگ اجتماعی است، ناآگاهی اجتماعی، افکار مردم رو روشن کنیم. به هر حال من در این برنامه اندیشه و آزادی انسان دیدگاه های متفاوتی رو از نظرگاه باستانشناسی، مردمشناسی، روانشناسی، متخصصان تاریخ ادیان و سایر علوم کوشش میکنم مورد بررسی قرار بدم و بدون اینکه پایگاه مخالف یا موافق داشته باشم سعی میکنم که تجارب و مطالعات چند دهه خودم رو ارمغان تقدیم بینندگان عزیز کنم. از شب که در برنامه امروز از دوست محقق و دانشمند خودم دعوت کردم، جوانی که دوره دکترای خودش رو در مردم شناسی و نقش مذهب دنبال میکنه. خود ایشون و همسرشون دانشجوی دوره دکترا هستند و در زمینه مسائل دینی از دیدگاه مردم شناسی توضیح خواهند داد برای شما. و من خیلی خوش آمد میگم به آقای احسان استیری. درسته؟ بله بله. آقای احسان، میدونید که یکی از شاخه های علوم انسانی یا علوم اجتماعی مردم شناسی است یا آنتروپولوژی. و آنتروپولوژی تو اونجایی که اطلاعات بنده برای شما بعداً توضیح خواهید داد، درباره آداب و رسوم مردم، نوع غذا، لباس، شیوه زندگی یه جوامع صحبت میکنه. البته من با استفاده از معلومات شما یک نکته رو میخوام در زمینه تهاجم فرهنگی، یعنی انتقال فرهنگی به فرهنگی یا آداب و رسوم و یا حتی خرافات و باورهای متافیزیکی یک جامعه به جامعه دیگر رو مورد بررسی قرار بدم. و معضل جامعه امروز، مسئله جامعه امروز ما به ویژه، مسئله بحران هویت. یعنی ما هویت ایرانیمون با هویت دینیمون یک کمی با هم متفاوته، علت اینکه از ریشه های مختلف میاد و تعادل بین این دو هویت من فکر میکنم یکی از مهمترین مسائل اجتماعی است. حتی بعضی از نواندیشان مذهبی مثل آقای شریعتی یا آقای سروش و بازرگان اشاراتی کردن، اما دوباره مردم رو برگردوندن به باورهای دینی و تیپ جوان رو در حقیقت سرگرم کردن با به اصطلاح مبانی دینی. نتیجهش روحانیت از این موقعیت سوء استفاده کرده، پایه‌های اجتماعی خودش رو محکم کرده.
حالا بعدها در برنامه های بعد من مفصل توضیح میدم که اساسا نقش روحانیت چیه و نقش حتی مخرب روحانیون در گذار قدرت از عامل بازدارنده رشد جامعه بودن. مسئله مدرنیته و روحانیت یک بحث بسیار مهمی است، به خصوص از بعد از انقلاب مشروطیت که روحانیون به بهانه دین و یا باورهای دینی مشروع طلبی رو در مقابل مشروط طلبی قرار دادن و یک مقدار نو اندیشان و روشنفکران جامعه رو در حقیقت کوشش کردن با تبلیغات دینی ایزوله کنن، که حالا در این مورد هم بحث خواهیم کرد. امروز بحث رو درباره مردم شناسی صحبت میکنیم و نقش مذهب در ارتباط با مردم شناسی. شما ممکنه توضیح بدید برای بینندگان ما که اساسا مردم شناسی چی هست؟ آیا یک رشته تازه علمی است؟ آیا جزء علوم اجتماعی است یا جزء علوم انسانی است؟ و در حقیقت ارتباط مذهب یا مطالعات روی باورهای دینی یک جامعه تا چه اندازه به مردم شناسی مرتبط میشه و نقش مردم شناس در این داستان چی هست؟ خیلی ممنون که دعوت کردید که من اینجا خدمتتون برسم. عرض شود خب سوال شما دو بخش داره، یکی این که انسان شناسی در وهله اول چی هست و در وهله دوم هم این که در واقع اپروچ و رویکرد انسان شناسی به مذهب چگونه هست و چی هست. در وهله اول انسانشناسی خب یک سری شاخه ها داره، یکیش در واقع انسانشناسی فرهنگی یا کالچر انتروپولوژی یا سوشال انتروپولوژی هست. تو مکاتب انسانشناسی مختلف، مثلا تو مکاتب انسانشناسی اروپایی سوشال انتروپولوژی یا در واقع انسانشناسی اجتماعی و کالچر انتروپولوژی یا انسانشناسی فرهنگی، اینها سواد و رشته متفاوت فرض میشن، ولی تو مکتب انسانشناسی آمریکایی سوشال انتروپولوژی و کالچر انتروپولوژی یا انسانشناسی فرهنگی و انسانشناسی اجتماعی در واقع جدا توی سیستم دانشگاهی جدا نیستن. در واقع سوشیال اند کالچر انتروپولوژی یک رشته و یک شاخه از انسانشناسی تلقی میشه، انسانشناسی فرهنگی و انسانشناسی اجتماعی. این بخش از انسانشناسی بخشی هستش که خب من بهش علاقه دارم و در واقع مدلی از انسانشناسی هستش که ما بیشتر در موردش صحبت میکنیم. انسانشناسی سه شاخه دیگه هم داره، در واقع زبانشناسی، باستانشناسی و فرنزیک انتروپولوژی یا بیولوژیکال انتروپولوژی، یعنی انسانشناسی زیستی. سه تا بخش دیگه در واقع انسانشناسی هستن، پس میشه انسانشناسی زیستی، باستانشناسی و زبانشناسی. این سه تا هستن و شاخه در واقع مهمترین شاخه که خوب نمیشه گفت، ولی چیزی که ما بیشتر موردش صحبت میکنیم، بخشی از انسانشناسی که به در واقع وریشن ها یا در واقع مدل ها و ورژن های مختلف فرهنگ میپردازه همین انسانشناسی فرهنگی هست که ما در موردش صحبت میکنیم. خب همونطور که گفتم انسانشناسی فرهنگی در مورد وریشن ها، فکر میکنم به فارسی دگره ها میشه ترجمهش کرد، در واقع ورژن های مختلف فرهنگی صحبت میشه، اینها با هم دیگه مقایسه میشه و در واقع در مورد زندگی روزمره مطالعه میشه، تمام ابعاد زندگی روزمره. این ابعاد شامل غذا خوردن هستن، شامل تمام رفتارهای ما هستن، رانندگی، راجب غیبت، راجب عرض شود که شایعه، تمام اینها اموری که ممکنه از نظر برخی خرافات تلقی بشه، همه اینها چیزهایی هستش که انسانشناسا مطالعه میکنن. به تعبیر یکی از اساتید من دکتر مورگن لو توی در دانشگاه اوهایو، اون میگه که در واقع انسانشناسی on the ground level perspective، یعنی اون پرسپکتیو یا نگاهی هستش که شما روی زمین کسب میکنید و دارید، نگاهی نیستش که از بالا به جامعه نگاه میکنید و سعی میکنید قضاوت بکنید یا اینکه کلن کلان نگری بکنید، نه، نگاهی هستش که نگاه روی زمین هست.
این شاخه از انسانشناسی خب یک سری روش‌های تحقیق داره، یک متدهایی داره که مهمترینش در واقع بومنگاری، همون اثنوگرافی هست، یا اثنوگرافی یا اثنوگرافی که فکر می‌کنم به فارسی به بومنگاری ترجمه شده. بومنگاری نوعی از در واقع تحقیق میدانی هست و باز مهمترین بخش بومنگاری یا به تعبیر میشه گفت مهمترین متد انسانشناسی participant observation یا مشاهده مشارکتی هست. مشاهده مشارکتی فکر میکنم به فارسی ترجمه شده، یعنی اینکه انسانشناس ها در واقع رسوم مردم، ابعاد مختلف زندگی مردم مشارکت میکنن و در این حال اونها رو مشاهده میکنن. نه تنها مشاهده میکنن بلکه مشارکت هم میکنن. مثلا فرض کنین انسانشناسی که میره و میخواد در مورد فرض کنین سینه زنی تحقیق بکنه، همینطور که داره نگاه میکنه که افراد مختلف در این مراسم انجام میدن، ممکنه سینه زنی هم بکنه. چرا؟ چون میخواد در اون تجربه شریک باشه و اون تجربه رو درک کنه. اساساً یکی از مهمترین اهداف انسانشناسی اگه در واقع معرفی یک فرهنگ به کسانی باشه که از اون فرهنگ اطلاع ندارن، این در واقع هم اینجوری حاصل میشه که فرد خودش اونو کاملا درک کرده باشه، خودش اون رو تجربه کرده باشه و بر هم میگن پارتیسیپیت کردن یا مشارکت کردن در اون در واقع وضعیت فرهنگی و اینها هستش. ابعاد من این در واقع دو متد دیگر هم خدمتتون عرض کنم که مصاحبه و سروی ها هست، یا به قول معروف در واقع نمیدونم حالا به فارسی چی ترجمه میشه، ولی در واقع سروی هایی که به مردم میدن و سوالاتی هست که به مردم میدن و اون جواب اون سوالا رو در واقع اون پارتیسیپ در واقع اینفورمنت ها یا کسایی که به انگلیسی بهشون میگن اینترلاکترز، یعنی کسایی که دارن یک فرهنگ رو بهش عمل میکنن، کسایی که صاحب یک فرهنگ هستن، کالچورال بیرر هستن، به تعبیری صاحبان یک چیزی هستن، این سوالات و اینا رو به اونها میدیم و اونها جواب میدن. این اطلاعات رو میتونیم همینطور از طریق مصاحبه کسب بکنیم، ولی اون متد به قول معروف اساسی و اصلی و اون چیزی که بیش از هر چیز انسانشناس ها بهش متکی هستن همون participant observation هست یا مشاهده مشارکتی. ببخشید فرمودید هر شکل راجع به این نکته فرمودید یادم میاد من آقای احسان استری حدود میشه گفت 40-45 سال قبل دبیر بودم در بندر بوشهر. اونجا به مجردها اتاق اجاره نمیدادم. ما مشکل داشتیم. بالاخره رفتیم یک خونه با چند تا اتاق موقع اجاره کردیم. اجارهش برای ما سنگین بود. با دو سه نفر از جمله دو تا آمریکایی که اینا ظاهرا عضو سپاه صلح بودن. یادم هست آقای جو بود و با ایشون ما رومت بودیم. بعد من از این سوال کردم، گفت که شهیدن ماه محرم هست و در بوشهر مراسم خاصی اجرا میشه. و یادم یاد یه سیاه‌پوست اونجا بود به نام آقای بخشو، این آهنگ های ایرانی رو ترانه ها رو برم داشت روش نوحه میذاشت و با به صلاح نوای اون آهنگ ها و در حقیقت وسیله برای سرگرمی مردم بوشهر بود. تمام دختر و پسر و مرد ها همه جمع میشدن و گوش میکردن به نوحه این آقای بخشو. جالبی بود که خیلی دلش خواست بیاد توی این حسینیه که یا تکیه که سینه میزدن، منطقه میترسید، شنیده بود که خارجی رو راه نمیدن یا مثلا بیگانه رو قدمش رو نجس میدونن. بالاخره ما خیلی هم اصرار داشتیم ما اینو ببریم بر اون حسینیه و تکیه و ایشون مراسم سینه زنی اونجا رو تماشا کن. البته اول از من سوال کرد که اینا چی کار میکنن. گفتم اینا میرن توی مسجد و لخت میشن. گفتم بعد میزنن تو سر خودشون. گفت دی؟ بعد این مرتب سوال
سورپرایز شده بود، هی مشتاق بود که بیاد این موضوع رو از نزدیک ببینیم. از بعدها که من در زمین مسائل سیاسی بالاخره به عنوان یه فعال سیاسی مطالعه می‌کردم، متوجه شدم که غرب برای شناخت جامعه کاری به حتی روشنفکران جامعه نداره. مثلا کار به مثلا ملت که در تهران زندگی میکنن یا نوگراها یا طرفداران مدرنته، اونها رو باشون کاری نداره. میان در دهات میگردن، میان بافت فکری مردم دهات چی هست؟ و خیلی مهمه، بسیاری از محققانی که در موزیک کار کردن، از جمله مرحوم سبا یا وزیری، اینا بسیاری گوشه ها رو از همین در دهات ایران جمع آوری کردن. دایی مادران آقای انجوی شیرازی که روی به اصطلاح فرهنگ کوچه کار میکرد، که حالا بعدها آقای چیز رو شکار کرد، اون شاعر شاملو، در یکی از کتاباش مطرح میکنه که رفته بود در یکی از قهوه خانه ها در نهاوان در کجا، میگفت نقال داشت به اصطلاح داستان رستم و سهراب و داستان رستم اسفندیار رو یا تعریف میکرد و میگفت که خلاصه به نقال به اینجا رسید که رستم گفت که این اسفندیار خیلی قوی کرده و چه باید کرد. بالاخره به فکر رسید، اسفندیار رو بلند کرد، گفت یا علی زد زمین. بعد یکی از گوشه های قهوه خانه بود، مرد از در زمان علی که رستم نبوده، که یا رستم در زمان علی نبوده، گفت بشین خفه شد، علی همینجا بوده، در همه زمان ها بوده. و این آقای انجبی نتیجه این گرفته بود که مسئله زمان مطرح نیست، که آیا مثلا زمان زندگی علی ابن ابی طالب در چه زمانی بوده. در اندیشه مثلا روستا یا نقال این دو اسطوره رو به هم بافته، و هم بافته شدن این دوتا اسطوره ایرانی و غیر ایرانی بنیاد اشکال اساسی در جامعه ماست. خیلی مثال دیگری براتون میذارم. همین دو سه شب قبل شما میشه که تشریف داشتید در بنیاد ایمان به مناسبت تاسوعا و عاشورا. خب بندم سخنرانی کردم و آقای بازرگانم سخنرانی کرد، یا آقای دیگه هم بنام انتظام سخنرانی کرد. آقای حمید انتظام صحبت کرد که آقا حسین ابن علی به خاطر سینه زدن و زنجیر زدن من و تو به اصطلاح با یزید مبارزه نکرد. و روح امرته در فهوای کلامش، در نوع اندیشه دینیش، خاص اون قمه زدن و زنجیر زدن و سینه زدن رو به یک صورتی نقد کنه. جالبی که وقت سخنش تمام شد، یا آقای رب بالا نوه خون گفت آقا الان سینه زنی رو آغاز میکنیم. یعنی این آقای انتظار مونده بود که در یک مکان، من در آمریکا، ضمن این که دعوت میشه از نوع اندیشان دینی مثل آقای مثلا بازرگان یا نمیدونم سروش و بقیه، ولی همچنان به کالچر و اون ویژگی های مردم در مورد برگزاری مراسم عزاداری این بخشی از فرهنگ ما شده. حالا این یک نکته رو به ذهن من میاره که میخوام با شما صحبت بکنم و شنوندگان ما یا بینندگان ما توجه داشته باشن که در یک جامعه مذهبی بدون شک نوع اندیشش یا دگر اندیشش یا روشن فکرش، نمیگم دنباله مردم را بیفته یا خرافات مردم را تایید کنه، ولی حداقل باید ریشه های این خرافات رو بدونه. یه واژه‌ای که گاهی اوقات جمهوری اسلامی هم به کار می‌برد در نشریات، مسئله تهاجم فرهنگیه. اساساً حمله عرب به ایران، توجه می‌کنید، همراه به اصطلاح تحمیل یک دین غیر ایرانی به زور، خرافات فرهنگ سامی رو یا خرافات جامعه عرب جاهلیت رو هم زیر عنوان دین به ما تحمیل کرد. همین بحث من با آقای بازرگان داشتم در همین ایمان، که آیا شما فکر کنین این کتاب قرآن درش تضاد نیست؟ یک
آیا این خرافات رو به بهانه باورهای دینی یا حرف خداوند به شعور ایرانی انتقال نداده؟ شما در همین سالن نگاه کنید، در همین سالن تالار ایران در بنیاد ایمان، یه طرف عکس به اصطلاح لوحه کوروش هست، مسئله آزادی انسان، آزادی پرکتیس مذهبی، آزادی اندیشه و اون چیزی که همه ما بهتر می‌دونیم. اون طرف تابلوی بسیار زیبایی و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بأبصارهم لما سمعوا ذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین. آخرین آیه سوره قلم هست و این مسئله چشم زخم یک بخش خرافاتی فرهنگ سامی است تحت عنوان دعا و یا نمیدونم دعای نجات از بلایا به در دیوار همه جا آویزون هست و با سینه نمیدونم گربه خونمون هم آویزون میکنیم، به سینه های بچه‌مون هم در قندق بچه‌مون هم میذاریم. یک نوع اندیشه مذهبی باید بره سراغ این ریشه های حضور و ورود خرافات از یک جامعه به جامعه دیگر. البته ما نباید شعارهای شومنیستی بگیم، ولی اون چه که مسلمه به قول بسیار از دانشمندان از جمله نیچه، اگر مذهب مهمترین وظیفش معیارهای اخلاقی در یک جامعه هست، بدون شک هنوز هیچ معیار اخلاقی برتر از زردوش در جهان نیامده. و به گمان من مطالعاتی که من رو خود قرآن کردم، زیباترین آیه هایی که مستدل و زیباست تأثیرات سلمان فارسی روی محمده. یعنی سلمان فارسی دانشمند بسیار بزرگی بوده، آدم بسیار فرهیخته بوده و در این حال مسلمان بسیار معتقدی هم بوده، خیلی به جای خود. اما جای پای سلمان فارسی از انتقال تهاجم فرهنگ یا عبور فرهنگ فارسی و فرهنگ آریایی رو با در به اصطلاح احادیث، تاریخ به اصطلاح فرهنگ دینی اسلامی، تاریخ اسلام و حتی در قرآن میتونیم ببینیم. این یک نکته بسیار مهم است که خوشبختانه تلویزیون اندیشه کوشش داره که از این ابزار استفاده کنه برای بالا بردن به اصطلاح رشد فکری مردم، تنویر افکار عمومی. یکی از معضلات جامعه ما ناآگاهی مردمه. مردم حتی نسبت به باورهای دینیشون اطلاع دقیقی ندارن. اونا فکر کنن هر چه آخوند گفت، ملا گفت، وحی منزل و میبایستی بپذیرن. در حالی که اگر کارنامه روحانیت از زمان صفویه به ویژه به امروز نگاه کنیم، یکی از عوامل مهم بازدارنده رشد جامعه ما بوده و این نکته است که من به صراحت با مدارک ارائه خواهم داد و کوشش می‌کنم به جایی که شعار بدیم مثلا در روزنامه‌ها همش نق بزنیم، برگردیم از دیدگاه علمی، از دیدگاه تاریخی، از دیدگاه روانشناسی اجتماعی، از دیدگاه مردم شناسی این نکته ضعف‌ها رو برای مردم روشن کنیم. نظر شما چی هست؟ والا اگه حالا میخوان در واقع از نظر مردم شناسی و انسان شناسی به این قضیه بپردازین، فکر نمیکنم مردم شناسی یا به قول معروف انسان شناسی، انسان شناسی فرهنگی وارد این مباحث بشه یا بخواد در این زمینه قضاوت بکنه یا به قول معروف همچین نظرهایی داشته باشه، چون انسان شناسی حالا انسان شناسی مذهب به طور عمده به چند تا مسئله میپردازه. در وهله اول انسانشناسی مذهب نهادهای مذهبی رو در واقع مطالعه میکنه که این نهادهای مذهبی چی هستن. حالا این نهادهای مذهبی توی یک مذهبی ممکنه در واقع مسجد باشه، توی یک مذهبی کلیسا باشه، توی مذهب دیگه چیز دیگه ای باشه. ما نهادهای در واقع نهادهای این مذهب و institutions of مذهب رو در واقع بررسی میکنیم. مسئله بعدی و همینطور مقایسه، اینها رو مقایسه میکنیم توی مذهبهای مختلف. مسئله بعدی خب باورها هست که مطالعه میشه، چه باورهایی توی مذهبهای مختلف وجود داره و اینکه چه رفتارها
پرکتیسا و آیین‌هایی رو هر مذهبی در واقع انجام میده و پرکتیس میکنه و همه اینها رو ما با همدیگه مقایسه هم ممکنه بکنیم. یکی از کلاسیک ترین کارهایی که انسان شناسا میکنن مقایسه همین رفتارها و باورها و اینا توی مذاهب و نقاط مختلف هستش. مسئله ای که هستش شاید در واقع انسانشناسی مذهب جای چندانی توی این پروژه‌ای که جناب آقای دکتر فرمودن نداشته باشه این هستش که انسانشناسی مذهب اصلا به سراغ قضاوت و اینا نمیره. هیچ انسانشناس مذهبی نمیگه که سینه زدن بده، مسجد بده یا اینها مانع در واقع هیچ کدوم از این رفتارها مانع پیشرفت یک جامعه هستن. نه، اصلا به این چیزها کاری نداره و در واقع این مسائل رو مطالعه نمیکنه و همچین قضاوتهایی نمیکنه. یکی از مهمترین در واقع مسائلی که همه انسانشناسا بهش یعنی بخشی از کارشونه، باید تعهد دارن هر انسانشناسی که این کار میکنه، این هستش که به در واقع کسایی که در مورد فرهنگشون تحقیق میکنه به شدت احترام بذاره، به تمام کارهایی که میکنن و تعهد میده. حداقل تو دانشگاه آمریکا اینجوری هست، یک کورس خیلی بلند طولانی رو میگذرونه، ماها صرف میکنه که یک مدرک خیلی بلند بالایی رو تهیه بکنه، با تمام جزئیات توضیح بده که چه کار میکنه و چه در واقع تدابیر رو میاندیشه که هیچ صدمه‌ای به هیچ فردی از اعضای اون کامیونیتی، از اون جامعه که میخواد مطالعه بکنه چه کار میکنه که هیچ صدمه‌ای به اونها نزنه، که اسم کسی که میخواد اسمش پوشیده بمونه پوشیده بمونه، که به فرهنگ هیچ کس توهین نشه، که به هر رفتاری که هر کس انجام میده توهین نشه، که اون کامیونیتی کلن به قول معروف در واقع پوت داون نشه و در واقع پایین نیاد ارزش و جایگاهش. خب یک همچین کسی، یک همچین انسانشناسی که همچین روی کردی داره به هیچ وجه نمیره یک کامیونیتی رو، یک کسی رو، یک جامعه رو تحقیر کنه به خاطری که دارن یک کاری میکنن، یک فرهنگی دارن، یک مراسمی دارن. هیچ وقت اگر حتی مطلبی هست که به نظر اون ممکنه عقلانی نیاد، هیچ موقع اون رو در واقع لیبل نمیکنه با عنوان خرافات و بخواد بزنه تو سرشون همچی کاری بکنه. نه، همه اینا رو بررسی میکنه و در واقع کار کرده اینها رو، فانکشن اینها رو در واقع تو اون کانتکست و اینها بررسی میکنه. ببینید قبوله، وظیفه مردم شناس جاجمنت کردن و خوب و بد کردن آداب و رسوم جامعه نیست. کاملا عقب با شما میدم، برای که اون جوامع رو ویژگی هاشو بررسی میکنه. ممکن بره در آفریقا مثلا شیوه درمان خاصی رو مورد بررسی قرار بده که ممکن از نظر پزشکی اصلا مغایر با مبانی پزشکی باشه. جامعه شناس در اینجا یا مردم شناس یا حتی جامعه شناس روانشناس اجتماعی مشاهداتش رو کلکت میکنه و مجموعه مشاهداتش رو در یک پکیج ارائه میده به که این جامعه با این ویژگی ها هست. اما سیاستمداران یا اونهایی که قصد کنترل یک جامعه رو دارن از دستاوردهای جامعه شناسان، مردم شناسان، مردم شناسان استفاده میکنه. خیلی راحت، یا ما جای دوری نمیم، در همین موومنت های سیاسی زمان خودمون، ما در طول زندگی خود بنده، من همین 28 مرداد رو شاهد بودم که چگونه با همه محبوبیتی که دکتر مصدق در زمان خودش داشت با ملی کردن صنعت نفت، در حقیقت مردم طرفدارش بودن، حتی جریان‌های چپ و کمونیست ها هم بهش مخالفت نمی کردن. خب انگلیس مخالف بود، میخواست به هر ترتیب شده مصدق رو از سر راهش به خاطر به اصطلاح مسائل نفتی و بهره برداری از منابع زیرزمین ایران برداره. با همه این که طرفداران خیلی زیادی داشت مصدق، ولی ما دیدیم که با مطالعات مردم شناسی که روی جامعه ما دارن از دو طبقه استفاده کرد. همین رو در انقلاب 57 هم استفاده کردن. دو طبقه انگل در جامعه ماست که اینا پوزیشنشون از دیدگاه روانشناسی اجتماعی و
و مردم شناسی باید مشخص بشه. یکی لات ها، چاقوکش ها، یکی آخوندا. به نظرم این دو به اصطلاح طبقه اینها مزاحمین جامعه هستند و انگل هایی هستند برای استعمار. شما این زمانی که زمان 28 مرداد همین آقای خمینی به توصیه آقای کاشانی اومده بود در دربار و اصرار داشت که شاه از ایران نره بیرون. همین آقای خمینی هست، گزارشش هست. باز همین آقای خمینی وقتی که مسئله تقسیمات اراضی مطرح شد و یکی از کارهای زیبای شاه بود که در حقیقت دهقانان رو صاحب زمین کنه و به طوری که حتی چپ ها که مخالف رژیم شاه بودن میگفتن اصلاحات آری، دیکتاتوری هرگز، این شعار رو، یعنی مخالف با اصلاحات شاه نبودن و شاه مرد وطن پرستی بود به گمان من و پدرش خدمات بسیار ارزنده کردن. اما مهمترین مزاحم این پدر و پسر قشر عقب مانده روحانیونی بود که با سوء استفاده از باورهای دینی و عوام در حقیقت ابزار تحریک خارجی شدن. خب یک در واقع تفاوت اینجاست. حالا من در واقع پوزیشن در واقع جایگاه خاصی تو این بحث ندارم، نمیخوام از چیز خاصی دفاع بکنم، فقط میخوام تفاوت ها رو بگم که چه تفاوت های مثلا یک نگاه یک کسی که به الهیات معتقده، روشن فکره، و انسان شناسی، این تفاوت چیه. یکی از تفاوت ها همینه که خب انسان شناس هیچ وقت طبقه ای رو مثلا چیز نمیکنن، نمیگن که حالا لاتا یا فلان، مثلا حالا به قول معروف اصطلاح که شما به کار بردین، حالا انگل یا مثلا همچین به اصطلاح کاری نمیکنه. من حالا نمیخوام بگم که بد یا خوبه ها، میخوام بگم که انسان شناس این کار نمیکنه. همینا رو بررسی میکنه، با همه صحبت میکنه. حالا ممکنه فردی مذهبی باشه، ممکنه روحانی باشه، ممکنه روشنفکر باشه، ممکنه هر در واقع رفتاری رو پرکتیس بکنه، چیز بکنه، این کار نمیکنه. این کارو ممکنه در واقع روشنفکران اینها بکنن، ولی انسان شناس کارش نیست، این نیست. حالا ممکنه انسان شناسی باشه که در واقع وظیفه روشنفکری هم برای خودش در واقع قائل باشه و بره در واقع از اون منظر و از اون مدخل به این بحث ورود بکنه و هر دو مسئولیت رو قبول بکنه. من یک مطلب دیگه هم که بگم که شما فرمودین راجع به این که خب در واقع سیاست مدارها و اینا از کار انسان شناسا استفاده میکنن، بله این درسته. متاسفانه باید قبول بکنیم و این که در واقع انسان شناسی خاصگاه های، نه تنها انسان شناسی، خیلی از شاخه های علوم اجتماعی خاصگاه های استعماری داشتن. این کاملا درسته که در واقع توی مصر تو خیلی جاهایی که در واقع مستعمره بودن، از اولین گروه هایی که وارد اون کشور می شدن انسان شناس ها بودن، می رفتن اینها رو مطالعه می کردن، این کار می کردن که در واقع بتونن خیلی بهتر و با در واقع راحت تر بتونن منابع کشورهای مختلف رو غارت بکنن و این اتفاقات این کار رو بکنن. هرچند در طول زمان مثلا پدر در واقع انسان شناسی آمریکایی فردی هست به اسم فرانس بواز، این مثلا 1988 خب امریکن فولکلور سوسایتی رو یا جامعه فولکلور آمریکا رو 1988، یعنی بیشتر از 100 سال پیش، 60 سال پیش اون رو بنیان نهادن. در طول این زمان و بله انسان شناسی خیلی خواستگاه های بعیدی داشته، خواستگاه های نژاد پرستانه داشته، سعی میکردن که افراد رو بر مبنای نژادها در واقع طبقه بندی بکنن، جمجمه افراد اندازه گیری میکردن، این مربوط میدونستن، اندازه جمجمه رو مربوط میدونستن به میزان در واقع سافستیکیت بودن و به قول معروف تبحر و والایی یک فرهنگ، این کار میکردن. ولی خب سالهاست که دیگه انسان شناسی خوشبختانه تا اندازه زیادی به این اشتباه های خودش واقف شده و انسان شناسا دارن اینها رو ترمیم میکنن. به این معنی نیستش که کاملا موفقن، به این معنی نیستش که تطهیرشون بکنیم از اشتباه، ولی خب همین چیزی که خدمتتون عرض کردم، مثلا همین مطلبی که گفتم، مثلا تحقیق خود من که راجع به در واقع ایرانی های ساکن جنوب کالیفرنیا هست، من باید ماها رو صرف میکردم که یک در واقع به بورد که توی در واقع دانشگاه هست توجیه بکنم که چه کار میکنم که هیچ به قول شما سیاست مداری نتونه استفاده بکنه و این اطلاعات رو علیه کسی به کار، هر کسی، علیه هر کسی به کار ببره.
در اون بخش دوم بله مثلا ما مثلا میریم اینا رو مطالعه میکنیم، خب اصلا همچین نگاهی نداریم. برای که من مقایسه بکنم این نگاه شما رو یا نگاهی که حالا نمیدونم نگاه شما هست ولی اون نگاه دیگه رو بدین با نگاه انسانشناسا، مثلا بحثی هستش توی روشنفکری دینی، یکی از اساتید در واقع روشنفکری دینی که تشریح میکنن روشنفکری دینی رو در جاهای مختلف آقای بازرگان هستن، عبدالعلی بازرگان. من چند شب پیش توی سخنرانی شنیدم که ایشون فرمودن که در واقع کاری رو که نوگرایی دینی و روشنفکری دینی میکنه تشبیه کردن به این که خب دین سرچشمه ای داره و این چشمه از جای منشأ گرفته و این چشمه همینطور که داره میاد در طول زمان هی گلولای به خودش میگیره. ایشون گفتن که کار روشنفکری دینی اینه که اینو هی تطهیر بکنه و حالا این گلولای ها چی هن؟ رسومی هستن که مثلا فرض کنین اضافه میشن به دین یا این مسائل هستن، این رسومی که به دین اضافه میشن آرزیه ها و خش و خاشاک هایی که دقیقا. در مسیر و اون خش و خاشاک ها چی هن؟ رسومن، نمیدونم عقایدن، خرافات، به قول اونها خرافاتن اینا هستن. خب این ما اصلا همچین نگاهی رو یا انسانشناسان همچین نگاهی رو اصلا ندارن. انسانشناسان به چیزی نمیگن کسی رو که داره یه کار میکنه تحقیر نمیکنن که این کار تو خرافاته یا فلانه یا ما باید اینو فیلتر بکنیم دین تو رو از اینجا پاک بکنیم، نه ما اونو مطالعه میکنیم و میبینیم که چه کار کردی، چه در واقع فانکشنی داره تو اون جامعه‌ای که در واقع تو اون کانتکستی که تو اون زمینه اجتماعی که داره اون رفتار انجام میده. به تعبیر دیگه ما دنبال حقیقت در مذهب نیستیم، ما نمیخوایم ببینیم که حقیقت مذهب چی بوده، این مسئله ما نیست. مسئله ما چیه؟ اینه که مردم چی فکر میکنن راجع به مذهب و مردم چه برداشتی دارن از مذهب. نه من معتقدم این دیدگاه یک مردم شناسه، ولی یک کسی که میخواد مصلح جامعه باشه یا نو اندیش باشه یا روشن فکر باشه در جامعه ای میتونه از ابزارهای مختلف استفاده کنه، از جمله از مردم شناسی، از روانشناسی. به صحبت آقای بازرگان گفتید، من واقعا من بازرگان دوستش دارم، خیلی آدم بایی که مذهبی است ولی لزومن همه مذهبی ها کلوز مایند نیستن. من یک نماری از ایشون دارم که آقای ریچارد دایکم که بزرگترین ملحد، اصلا اعتقادی به خدا نداره، خدا رو یکی از عامل بازدارنده و دروغی تصور میکنه که به قول نیچه قدرت معطوف به اراده انسان رو تضعیف کرده، واژه‌ای به نام خدا یا کانسپتی به نام خدا. ولی اینشون با کمال احترام دیدگاه ایشون رو در سخنرانیش پخش میکنه و میگه و توصیه میکنه به همه که قرآن میگه گوش کنید، مثلا مژده میده فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، شما گوش کنید، مهم نیست که کی چی میگه، ببینید که چه چیزی ارائه میده و شعور دارید، عقل دارید، بهترین رو انتخاب کنید. آقای بازرگان معتقد بود که وقتی فرض کنید آدم که تفکرش لایسیته و طرفدار مثلا نو اندیشی است یا طرفدار سکولار هست، و من شدیداً طرفدار جدایی دین از دولت و سیاست هستم، لزوم نیست که با دین رو در حقیقت بکوبیم ولی خرافات دین رو بایدش برخورد کرد، یا افرادی که به عنوان ملا یا آخوند از باورهای دینی مردم سوء استفاده میکنن و مردم رو در به اصطلاح خرافات و تاریکی نگه داشتن، این مسئولیت و رسالتی روشن فکره که این حقایق رو لزومی نداره که به آرمانهای دینی حمله بشه ولی به خرافات دینی میشه برخورد منطقی و احترام‌آمیز کرد. منظور من از آقای بازرگان خیلی چیزا رو آموختم، کتابای بسیار زیادی ایشون نوشته، خودش پدرش حداقل توصیه میکنه که ما در مقابل دیگر اندیشان و افرادی که متفاوت میاندیشن تالرانس داشته باشیم، تحمل داشته باشیم. با ایشون معتقد به مسئله به اصطلاح تساهل هست، تساهل یعنی در حقیقت تعصب بی خود به کار نبردن و اجازه صحبت و ابراز عقیده دادن. بنابراین من مطمئنم اگر از ایشون
با توجه به این ایده سوال کنند در یک جامعه دموکراتیک مخالف دموکراسی نیست، ولی در یک جامعه دموکراتیک افراد میتونن عقاید مختلف داشته باشن، حتی دین نداشته باشن. خیلی جالبه در خود قرآن آیه، بد نیست که این مسئله رو مطرح کنم، در آیه 99 سوره 10 سوره یونس خود خدا به پیغمبر میگه ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی تکون مؤمنین. من که خدا هستم اگر بخوام میتونم همه رو مسلمون کنم، همه رو مؤمن کنم، ولی من نمیخوام. آیا تو محمد کاسه از آشداختری؟ تو مردم میخوای مجبور بکنی که دین اسلام رو قبول بکنن؟ خب اگر این کلمه قرآن آقای ابوبکر که خودش به عنوان مبلغ قرآن و جمع آورنده قرآن هست بسید که نباید این آیه رو بخونه، بعد از اینکه پیغمبر میری یه در دین برمیگردن، خیلی خوب آزادن از دین برگردن، ولی به عنوان مرتد یه چاقوکشی رو به نام خالد ابن ولید که میگم لات و اخوند فرق نمیکنه. اینجا ابوبکر به عنوان یه روحانی، به عنوان جانشین، و لاتی مثل به اصطلاح خالد ابن ولید با خنجر و چاقو و نمیدونم شمشیر میاد گردن مردم رو بزدن. حتی مطرح میکنه اونایی که زکات نمیدن کافرن، باید کشته بشن. بسیار از آدمهای فریخته رو در اون زمان از و این مسائل تاریخی رو برخورد کرد. امروز مولا داره جاش رو، جای پاش رو میذاره جای پای اونها، و ما باید برگردیم به زمان پیغمبر، برگردیم به قرآن، ببینیم ریشه آدم کشی های بیخود چی است. چرا به مردم اجازه نمیدن آزاد باشن که هر دینی دلشون میخواد تبلیغ کنن؟ اصلا آزاد باشن که به قول قرآن دین نداشته باشن، اعتقادم نداشته باشن. وظیفه پیغمبر از دیدگاه قرآن بلغ به با اون ذرا الهی که قرآن میگه، میگه با آیه محمد خدا میگه بارها آیه و آیه قرآن که میگم یه نواندیش یه روشنفکر تا نره قرآن رو خوب نخونه با این ملاها نمیتونه روبرو بشه. من تمام قرآن از اول تا آخر با تفسیرهای مختلف ناچار بودم بخونم که اگر یه روحانی یا آخوند یه ملا بیاد اینجا بیایم حرف حساب این ملا در برای مردم چی هست. منظوری میخوام بگم که یک روشنفکر واقعی و دلسوز و مسئول جامعه از تمام ابزارها برای تنویر افکار عمومی باید استفاده کنه. باز من میگم دریغ و دریغ که ما در یک جامعه آزاد زندگی میکنیم، آزادی بیان داریم، آزادی اندیشه داریم، میتونیم اندیشمون رو به راحتی مطرح کنیم، بذارید مردم قضاوت کنن. خب شاید بشه دو تا در واقع، شاید فردی در واقع دو تا در واقع دایه بر در واقع در مقابل این دایه بتونه اقامه کنه، دو تا دعوی بر علیه این در واقع آرگومنت شما شاید بشه اقامه کرد. یکی این که من فکر میکنم که خب مشابه خیلی از این رسومی که در ایران هست، مثلا الان خب ماه محرم هست و نزدیک مراسم عزاداری هستش که تو ایران انجام میشه، مشابه خیلی از این مراسمی که در واقع توی ایران هست جاهای مختلف دنیا من جمله تو آمریکا هم هست. به عنوان مثال یک مراسمی هست که توی شهرهای مختلف ایران انجام میشه، مراسم نخلگردانی هست که توی در واقع جاهای مختلف ایران تو شهرهای مختلف انجام میشه، تو جنوب خراسان انجام میشه، تو مناطق کویری ایران انجام میشه. تو این مراسم نخلگردانی که من در واقع چند سال پیش افتخار داشتم توی فردوس خراسان در واقع فیلمی و تحقیق کوچیکی در این مورد بکنم و بعد مقاله هم توی در واقع کنفرانس های تو آمریکا راجع به اون ارائه دادم، در واقع توی این مراسم یه سازه بزرگی رو که بهش میگن نخل، این سازه رو در واقع مردای جوان 30-40 نفر اینو بلند میکنن و توی در واقع فاصله اینو حمل میکنن. جاهای مختلف وریشن ها و حالت های مختلف این مراسم هست. مثلا فرض کنید توی بعضی از مناطق این سازه رو دور مسجد میگردونن، توی بعضی از مناطق 5-6 تا از این رو دارن جاهای مختلف و این رو حمل میکنن تو بعضی از شهرها، و در واقع به صورت‌های مختلف این مراسم رو جاهای مختلف اجرا میکنن.
خب تو جاهایی که اون اجرا میشه مردمی هستن که این رو اجرا میکنن و بعد عده هم هستن که خب به این مردم به دیده تحقیر نگاه میکنن و این کارشون رو غیر عقلانی میدونن و در واقع این رو یک زائده ای توی اون اجتماع میدونن، این مراسمی که انجام میشه و فلان اینها. خیلی شبیه این مراسم، مراسم کاملا شبیه که توش در واقع یک سازی یه عظیم توی صحن کلیسا گردونده میشه، توی نیویورک انجام میشه و در واقع ایتالیایی کاتولیک خیلی شبیه مشابه همین مراسم رو در واقع توی شرایط دیگه تو نیویورک در واقع انجام میدن، که تو اون مراسم هم یک سازه ای رو که در واقع تدایی های مذهبی، من فقط ارزم کنم اگر در امریکا یا در انگلستان در یک کشور مترقی یک سلسله مراسم خرافاتی برگزار میکنن، این تایید است که ما نه هم دنبال نمیدونم بعضی از سنت هایی که ریشه های به اصطلاح فرهنگی و ریشه های خرد گرایی نداریم. ببینید آقای بازرگان، من نمیخوام بر مقابل اون نمیخوام حرف بزنم، من میخوام بگم که این یه همچین وضعیتی هست و شما هیچ در واقع شاید روشنفکر و انسانشناس و هیچ در واقع چیزی رو تو آمریکا نمیبینید که در واقع یک جریانی رو به قول معروف رهبری بکنه. نمیگم مثلا خرافات نیست یا هست، ممکنه باشه، اصلا من راجبون حرفی ندارم و نمیخوام بگم که چون که تو نیویورک این کار میکنن پس اون که تو ایران هم میشه کار خوبیه. میخوام بگم که شما این جریان نمیبینید که در واقع بخوان عقب موندگی های جامعه رو مثلا به این نسبت بدن. چرا؟ چون فرض بر این هست و اون در واقع پرسپشن این هست که جامعه آمریکا جامعه عقب افتاده نیست. وقتی که یک همچی چیز رو میبینین پس احتمالاً نمیتونین رابطه علمی معلولی بین در واقع اون رفتار و وضعیت کلی جامعه برقرار کنین. دو دقیقه دیگه بیشتر پایان برنامه نداریم. ببینید جامعه مترقی ممکنه اشتباهاتی بکنه، ممکنه نباید هر چیزی برای الگو برداریم یا اشتباهات خودمون رو مقایسه با اینا کنیم. یه جمله زیبایی چون اسم عاشورا رو بردید، آقای بازرگان صحبت کرد گفت اولین نواندیشه دینی حسین بوده. من اومد صاف به حکومت گفت که نه من رأی نمیدم و در این حال این رأی نمیدم به یک حکومت ظالمانه این بود که در صلح حسن قرارداد با معاویه این بود که بعد از اینکه معاویه مرد حق نداره بچهش رو خلیفه بکنه، باید بذاره مردم انتخاب بکنن. یعنی در حقیقت حسین به دنبال شورا و دیدگاه مردم بود. امروز اگر ملاها دنبال روزخونهای امام حسین هستن و از فلسفه حسین استفاده کنن، یعنی آقای ولی فقیه اگر فرد مرد حق نداره بچهش یک چهرهی که مردم نمیخوانش جانشین قرار با به شورا مراجعه کنه، باید به افکار عمومی مراجعه کنه، باید رفراند دوم بذاره و مطمئن نمیدونم اگر رفراند دوم بذارن مردم به هیچ عنوان حکومت آخوند رو و حکومت مذهبی رو در حقیقت تایید نخواهند کرد. این لب به کلام شعار حسین در مقابل حکومت یزید ابن معاویه بود و این مهم بود. بنابراین آقای چیز مطرح کرد که ما نمیدیم برای حسین فقط تو سرکلمون بزنیم، ما ببینیم حسین برای چی قیام کرد. قیام کرد که به ما درس آزادگی بده، به ما بگه آقا اگر حکومت فاسده مثل الان حکومت ایران شما در حقیقت بریزید و ساقطش کنید، یک حکومت متعادل و متناسب با شهر خب شما جواب اون انسانشناسی رو که میگه این مراسم باعث خیلی کارکردها داره مثلا باعث انسجام اجتماعی میشه، جواب اونها رو چی میگه؟ ما از این مراسم استفاده خواهیم کرد که یک آدمی بوده نواندیش دینی به نام حسین زیر بار زور نرفت و گفت این حکومت یزید حکومت پلیدیست، حکومتیست که از قانون اسلام حرکت نمیکنه و در حقیقت برخلاف معاهده برادرش حسن که قرار بود مردم رأی بدن. بنابراین این مسئله حسن در صلح حسن دو نکته خیلی مهمه که من این روز بحث خواهم کرد. یکی به پدرش میگه علی من حاضر نیستم به خاطر تداوم خلافت خونریزی ادامه بدم، خون مردم بریزم، پس بنابراین به جان مردم، دوم به رأی مردم اهمیت میده و حسین در عاشورا به این مسئله اشاره داره. این هست فرهنگ حسین و پیام حسین، نه تو سر کله هم دادن و زنجیر زدن و قمی زدن و آش پلو خوردن. و سلام خیلی ممنون.